مجبوریم بجنگیم، باید بجنگیم. هیچ ریسمانی وجود نداره جز مفهوم میهن و ایران، و وسط این خط نمیشه ایستاد. یا با ایران هستید یا با ایران نیستید. شجاعت میخواد نام ایران رو باید صدا بزنیم، نام ملیت، نام میهن، و در اون راه بجنگ. مرد میهن آبادی، فدای ایران. درود بر شما، درود آریا جان عزیز که این وقت رو بهم دادی بیام تو برنامه‌ت. من هومر هستم، مبارز سیاسی اسم خودم رو گذاشتم اگه قبول کنن دوستان ازم. در خدمتتون هستم. آریا جان تو زفت هستیم فکر کنم. من برای سلام کردن باید اول با دوستانم مشورت کنم، چون ممکنه سلام کردن تنش ایجاد کنه. شاهزاده رضا پهلوی دیدم اتفاقا تو مراسم فیلمتون اومده بود تو واشنگتن دی سی. بله. دیدین هم دیگر برش؟ نه. ببینید اون روز بخوام روشن حرف بزنم، من اطلاع نداشتم که ایشون تشریف میارن، و بعد در موقع فیلم متوجه شدم و حس کردم که الان موقعیت مناسبی به نظر نمیرسه برای صحبت کردم. الان که میگید همدیگه رو ندیدیم، برای من خودم عجیبه، چون دیدم تو ردیف اول نشسته و طبیعتاً چشمتون به هم افتاد. بله. و میدونی که خودت شبکه اجتماعی دنبال میکنه، دائما در مورد شما صحبت میشه. برای من عجیبه که چطور همدیگه رو ندیدیم. موقعیتی که من در حقیقتش برام غیر مترقبه باشه و قبلش نتونم برنامه‌ریزی کنم و با دوستان دیگه در انجمن باشه در موردش حرف نزنم، و ترجیح میدم اون لحظه کاری رو انجام بدم که کمترین تنش رو ایجاد بکنه در انجمن. خب البته باید عرض کنم که هومن جان لازم خدمت تو و تمام مخاطبین عزیز درود بفرستم. خیلی خوشحالم که امشب دعوت من رو پذیرفتی و در این برنامه حاضر شدی. من فکر میکنم اینقدر تربیت خانوادگی داشته باشم که برای سلام کردن احتیاجی نداشته باشم با کسی مشورت کنم. اما مسئله واقعیت اینه، قصد توهینی به کسی ندارم. مسئله فراتر از نوع رفتار درست اخلاقیه. خیلی جالبه، آقای حامد اسماعیلیون اولا در این مصاحبه آخرشون مشخص شد که توییت هایی رو که مشترک زدن رو این آقا با شاهزاده رضا پهلوی هماهنگ نکرد. بله. داستان توییت رو بگو، چی شد؟ پیشنهاد کدومتون بود؟ من از طرف آقای علی کریمی در واقع شنیدم این موضوع رو، زمان خیلی کوتاهی هم بود به ساعتی که در واقع سال عوض می شد، و خب اطلاعات در واقع لازمی بود که لازم بود در واقع از ایشون شنیدم. همه اون آدم های اصلی که توی تو کردین قبلش با هم حرف زدین؟ نه اینطور نبوده، نه اینطور نبوده، ولی بعدش با هم حرف زدین؟ بعدش هم نه با هم حرف نزدین. خود حامد اسماعیلی میگه که علی کریمی به من گفت این قضیه توییت ها رو و من با کس دیگه در این مورد صحبت نکردم. اما این از بحث توییت ها. خیلی جالبه هومن عزیز، یک فردی اومده به احترام خواست های مردم، یعنی شاهزاده رضا پهلوی به احترام کامنت های مردم، به احترام خواست مردم، در جلسه اکران فیلم که حامد اسماعیلیون بوده حضور پیدا کرد. تو کل اون نشست شاید 20 نفر هم نبودن. ردیف اول شاهزاده رضا پهلوی نشستن، حامد اسماعیلیون نرفته به شاهزاده رضا پهلوی سلام کنه حتی. و ببینید توجیه چقدر کودکانه یا بود که من باید برای سلام کردن با انجمن مشورت کنم که تنش ایجاد نشه. من میخوام بپرسم آیا
شما که برای سلام کردن به یک کسی که مهمان در اون مراسم و اومده در اونجا، اونم شاهزاده ایران، وقتی برای همچین چیزی نگران تنش و این مسائل بودی، همون روز رفتی با جیسون رضایان نایاک عکس گرفتی، نگران تنش نبودی؟ یعنی سلام کردن به شاهزاده رضا پهلوی تنش‌زاست، عکس گرفتن و هم آغوشی با جیسون رضایان مشکلی نداره، تنشی به وجود نمیاره؟ ببینید این مسئله به این سادگی ها نیست. من میخوام نظر شما رو در این مورد بدونم، مومن عزیز، جوان وطن پرستی که خیلی خوشحالم که از نسلی هستی که نسل امروز انقلاب ایرانه، من نظر شما رو میخوام بدونم، بعد توضیح میخوام اضافه کنم، بعد بریم سراغ عزیزم. من به این موضوع میدونی چجور نگاه میکنم؟ خیلی واسه من جالبه، آداب معاشرت یه چیز پیش و پا افتاده، اخلاق یک انسان حساب میشه، خلق و خوی یک انسان حساب میشه. حالا بخواد برای سلام کردن نیاز از کسی اجازه بگیریم به نظر شما؟ یعنی شما خودت قدرت تحلیل، قدرت تفکر نداری که باید چطور رفتار کنی، روابط اجتماعی تو باید از دیگران اجازه بگیری؟ یه جورایی به نظر من اتحاد و این اتحادی که داره به وجود میاد، ایشون داره با پافشاری بسیار زیاد جلوی اتحاد رو میگیره، که من بارها بهش اشاره کردم، پافشاری بکنیم به این اتحادی که داره شکل میگیره، یعنی داریم روند انقلاب رو کند میکنیم. یعنی من احترام قائلم واسه جون عزیزانشون که از دست رفته، ولی ما باید دوباره جونهای بیشتری از دست بره، بیشتر آدم بعد بمیره، بیشتر آدم بعد اعدام بشه. تمام اون عزیزانی که از بین ما رفتن تو اون پرواز محترمن واسه ما، ولی آیا بعد یه جایی ما شروع کنیم دیگه، یه خورده بعد اعتقادها و لجبازی‌های سیاسی خودمون رو بذاریم کنار؟ من حالا به این موضوع نمیخوام زیاد بپردازم. من یه توضیح بدم در این مورد، چون بعدش میدونم میخوای مسائل دیگه رو مطرح کنی. من نظر واضحی رو میگم که تأکید میکنم نظر شخصی منه. درست. این نظر شخصی منه. بحث نه بی اخلاقیه، چون اصلا یه کار آنورمال کرد. ببین اصلا بحث نه بی اخلاقی بود، نه عدم رعایت مسائل پرنسیپای عرف اجتماعی بود، نه. من شخصا اعتقاد دارم که حامد اسماعیلیون یا یکی از این سه حالت، یا از طرف شخص مریم رجوی اومده وسط، یا از طرف بخشی از لابی های جمهوری اسلامی، اومده وسط. برای اینکه ما جیسون رضایان آدم کمی نیست، مثلا فقط یک دیدار و یک عکس گرفتن نبود، جیسون رضایان واقعا آدم کمی نیست، اصلا یکی از اعضای برجسته یه که با جمهوری اسلامی مدت ها کار کرده، و اگر سپاه پاسداران هم دستگیرش کرد به خاطر اختلافات داخلی هست که وجود داره تو جمهوری اسلامی. ولی جیسون رضایان مسئله فقط مسئله جیسون رضایان فقط این عکس نبود. جیسون رضایان از بعد از این جلسه تا همین امروز چندین مقاله در بزرگترین روزنامه‌های آمریکا نوشته و خواسته که حامد اسماعیلیون رو در جایگاه رهبریت انقلاب ایران قرار بده، من جمله در واشنگتن پست. و یا قسمت سوم، حالت سوم این هست که از سمت طیفی از گلوبالیست ها خط قرمز برای شاهزاده رضا پهلوی، برای این آقا در نظر گرفتن. ببین عزیزم، آدم حتی اگه نخواد متحد بشه، آدم جمهوری خواه باشه، آدم اصلا خوشش نیاد از یکی، نخواد متحد بشه، چی؟ یک سلام میکنه، یک دست میده، فرداش هم نه باهاش متحد میشه، نه اعلام اتحاد میکنه، نه اعلام ائتلاف میکنه، نه چیز دیگه. این نظر من بود، روشم هستم. اما بریم سر صحبتهایی که میخوایم مطرح کنیم. سعی میکنیم برنامه رو خیلی خلاصه بسازیم و بریم سر صحبتهایی که میخواستیم مطرح کنیم. هومن عزیز، یه سوال کوچیک ازت بپرسم، با یک جمله جواب بده و بعد مسائلت رو مطرح کنیم. شما مشروطه خواهی، درست؟ 100%، چیزی که مشخصه و بهش اعتقاد. برای دوستان عزیزانی که ممکنه برای اولین بار شما رو درست
بفرمایید تو من جان، شما اگر مسائلی رو میخواید مطرح کنید بگید که من سعی میکنم در این برنامه برنامه رو بسپرم به خود حضرت علی مسائل رو پیش ببری و من در خصوص گفتهات نظرات خودم بفرمایید. موضوع رو اینطور شروع کنم، بس صحبتمو اینطور استلام شروع کنم. من هومن خلیلی هستم، یک مشروطه خواه و ادامه بحثمو میخوام آیا جان اینطور شروع کنم. این میتونیم از یک دید دیگه به این قضیه هم نگاه کنیم. وجود اپوزیسیون جعلی رو ما خیلی بد بهش مراقب باشیم، چون یه سری اشخاص هستن به قول تو همون گلوبالیستا، به قول تو همون لابی های جمهوری اسلامی، که همه میدونیم این لابی ها، این سران نظام پولای بسیار کلانی دارن که به این راحتی از این پولا نمیخوان بگذرن. طرف این همه 44 سال از طریق کشتن مردم، سرکوب مردم، دزدی، پولشویی، هزار تا راه های دیگه این پولا رو به دست آورده. مسلماً اگه بخواد به خاطر یک ایدئولوژی مذهبی پشت خامنه ای وایسه خیلی مسخره است. به خاطر این موضوع هم اصلا شده خود شخصا خامنه ای هم بکشه پایین از طریق اپوزیسیون جعلی، که حالا من نمیخوام شخصا اشاره کنم به شخصی که وارد این اپوزیسیون جعلی است، ولی مردم باید آگاه باشن، بدونن این اتفاقاتی، این اخباری که میاد بیرون رو با تجزیه و تحلیل نگاه کنن، که در نهایت انتخاب یک اپوزیسیون جعلی باعث این نشه ما وارد یک حالت جمهوریت دوم بشیم. اتفاقی که واسه افغانستان افتاد که اصطلاحاً گفتن جمهوریت بعد توش باشه، پادشاه افغانستان دیگه به رسمیت نمیشناسن، پدر ملت افغانستان شد. نه، این درست نیست. من می‌خواستم فقط به این موضوع اشاره کنم که مردم باید هوشیار باشن، گول این سری این حرفا رو نخورن که رسانه بهشون جهت بده. رسانه‌هایی که مسلماً دیگه همه میدونن کارشون چیه، ولی قدرت مردم رو هیچ موقع نباید دست کم بگیریم. من همیشه به این موضوع اشاره میکنم، قدرت مردم قدرت مطلقه، یعنی بر همه چی چیره میشه، میتونه به رسانه هم جهت بده، به گنده‌ترین رسانه ها میتونه جهت بده. پس ما باید تشخیص بدیم چه شخصی وارد اپوزیسیون جعلی میشه، چه شخصی اپوزیسیون اصلیه. اینا رو ما اگه بتونیم از همدیگه تفکیک کنیم دوچار این فریب نمیشیم، که چون در اگه اپوزیسیون جعلی شکل بگیره خیلی خطرناکه واسه جامعه ایران. انقلاب رو به اسم خودشون مصادره میکنن. مردم ایران چی میخوان الان؟ مردم ایران تو فشارن. یعنی فقط کافیه یک حکومتی بیاد سر کار یه سری آزادی‌های فردی و اجتماعی بده. آزادی خیلی ساده، حجاب رو حجاب اختیاری شده، اینترنت پرسرعت داریم دیگه، نمیدونم راحت دیسکو باز شده. آره، هیچ اتفاقات خیلی پیش و پا افتاده که واسه کسایی که دارن توی غرب زندگی میکنن، یعنی اصلا بی‌معنی این اصطلاحاً امکانات رفاهی و اجتماعی، در صورتی که این اتفاقات رو انجام میدن، این امکانات رو میدن به اون شهرمند که مردم ایران رو یه جوری ساکت کنن، میگن آقا انقلاب خوابید. حالت دومش هم هست، یعنی در کنار این که بعد مردم رو آروم کنن، بعد جوامع غربی هم آروم کنن دیگه. این اپوزیسیون جعلی که قراره این کار کنه، میاد چیکار میکنه؟ وارد گفتگو با دنیای غرب میشه، سوپاپ اطمینانش هم اون تیر آخر هم میذاره کجا؟ گفتگو با اسرائیل. حساب کن زمانی که حکومت ایران وارد گفتگو با اسرائیل بشه، کی دیگه میخواد حرف بزنه؟ میگه آقا وارد دنیای صلح شد با دنیای عرب. ولی در صورتی که ما همچنان اگه این حالت اتفاق بیفته با اپوزیسیون جدی، انقلاب رو رد کنیم، اون فضای بسته سیاسی رو داریم. از نگاه من، از دید من احساس می‌کنم همچین حالتی اگه قرار اتفاق نیفته و یه شخص مطمئن که ما میتونیم بهش اعتماد کنیم، که این اصطلاح همیشه گفتم اون کشتی سردرگم به ساحل دموکراسی برسونه، تنها شخصی که واقعا رزومش مشخصه شاهزاده پهلویه. یعنی من اینو بارها گفتم، آقا یه بار تو زندگی دی انتخاب خوب داشته باش، نیازیست همیشه بین بد و بدتر انتخاب کنه جامعه ایران، یه بار بین بدتر و خوبتر انتخاب کنه. یه انتخاب خوب کن، خیال خودت راحت کن، بعد انقلاب سرت راحت بذار رو بالش بگی بخواب. یه چیزی بگم من جان، چون میخوام یه چه سوالی ازت بپرسم. ببین، اولا من این چیزی که الان میگم خیلی بحث عمیق و گسترده، یک ساعت با در موردش حرف زد. من در چند عبارت این رو میگم، شاید برخی از دوستان مفهوم حرف من رو بفهمن، شاید برخی از دوستان کامل متوجه نشن، چون من میخوام این برنامه مختصر باشه، نمیتونم باز کنم، تشریح کنم. ببین، یه نفری که خیلی پول داره، یه خانواده خیلی ثروتمند دیدیم هست، مثلا فرض کن تاجر فرش، اون پدر وقتی که میمیره قبل از مرگش برای آینده برنامه ریزی کرد و
برای بعد از مرگش، بیمه عمر داره، وصیتش رو کرده، یه کاری نمیکنه که بچه‌هاش دچار گرفتاری‌های عجیب غریبی بشن و سعی میکنه اون امپراتوریش رو حفظ کنه یه جوری. ببین کشور ما یکی از ثروتمندترین کشورهای دنیاست، از یه طرف دیگه هم در حوزه ژئوپلیتیک ما خیلی کشورمون در منطقه مهمی از جهانه، پل شرق و غرب، و واقعا شوخی اگر فکر کنیم که برنامه ریزی هایی برای پسا جمهوری اسلامی هم وجود نداره. ببین عزیز، مسئله مهم اینه، اول باید شناخت جمهوری اسلامی چیه. جمهوری اسلامی فقط آخونده شپشوی اسلامگرای فناتیک نیست، جمهوری اسلامی فقط سپاه پاسداران نیست و جمهوری اسلامی فقط خامنه ای نیست، یک باندی هستن که خیلی ها اصلا نمیدونن اینا کیان، که جلوی صحنه نیستن و نیم قرن دارن از منافع کشور بهره میبرن. ببین این باند حاضره تغییری به وجود بیاره در ظاهر ایدئولوژیک قضیه، در اون ویترین داستان، اما منافع خودش رو حفظ کنه. من مثالی بزنم، مردم خودشون رو کشتن، اتحاد جماهیر شوروی رو به زیر کشیدن، خب کمونیسم رفت، اما همون باند کاگبه، باند امنیتی کاگبه به همراه اولیگارش‌های زمان کمونیست ها، زمان شوروی، اینها اومدن به قدرت بازگشتن. آقای ولادیمیر پوتین و تمام کسانی که اقتصاد روسیه رو در دست دارن الان همون اولیگارش‌های زمان باند امنیتی از کمونیستان، حالا با یک تغییر ایدئولوژیکی. آقای پوتین راسته، عقاید راست روسی داره، اما منافع حفظ شد. من بزرگترین خطری که برای جمهوری در ایران میبینم این هستش که مردم فکر میکنن که الان جمهوری اسلامی میره، خامنه ای رفت، سپاه رفت، آخونده رفت، بعد این باند داخلی یعنی شامل ایرانیان و باند بین المللی که منافع برده اینا آمد میکنن میرن. نه خیلی، اینا در زمین بازی جمهوری باز خواهند گشت و این منافع رو حفظ میکنن. ببین یه چیزی گفتی درباره رسانه ها، من میدونم که شما در رسانه ایران اینترنشنال هم دعوت شدی و رفت. رسانه ایران اینترنشنال من شخصا، من بازم بگم این حرفایی که میزنم حرف من نه حرف من، من شخصا این رسانه رو اصلا یکی از اهرم‌های جلوگیری از پیشروی انقلاب میدونم، خیلی مضر میدونمش، ایران ستیز میدونمش، دلایلم زیاده، نمیخوام واردش برام الان نمیخوام مثلا بگم، اما اون صحبتی رو که تو مطرح کردی میخوام اینجا پررنگ کنم. ما همونطوری که شیر و خورشید رو تونستیم به رسانه مثلا اینترنشنال تحمیل کنیم، یک انقدر بدنه اجتماعی مقاومت کرد، انقدر انتقاد کرد، انقدر پیشتر همون حرف که تو زدی انتخاب مردم میکنن که مجبور میشن یه جاهایی هم صدا و تریبونهای به افراد ملی بدن. و ما اعتقاد من اگر نام شاهزاده رضا پهلوی رو در خیابانهای ایران فریاد بزنیم، در خارج کشور هم تا جایی که میشه این رو برجسته کنیم، اینها مجبور خواهند شد که این سانسور رو، این کنار زدن رو، این کمرنگ کردن رو از روی شاهزاده رضا پهلوی بردارن. آخرین عبارت هم اینه، ببین رهبر تراشی کار رسانه هاست. خمینی یک حیوانی بود بی سواد که آفتابه دستش بود، حتی حرف عادی نمیتونست بزنه، به قول علیرضا شاهشاه آریانه نمیدونست پروتئین تو تخم مرغ یا مثلا توی چیز تا یا تو پرتقال. این آدم رو رسانه های جهان کردن رهبر، گاندی، ماندسای چیزای عجیبی. و ما داریم میبینیم وقتی شاهزاده رضا پهلوی فراخوان میده اینا اهمیتی نمیدن، خیلی پست کوچیکی. ببین اگه میخواستن رهبر بسازن کار رو میکردن که با اسماعیلیون سعی کردن بکنن، با کسان دیگه سعی کردن. ما اگر نام ایشون رو در خیابان‌های را فریاد بزنیم و در خارج روش رو اجماع کنیم، این مسئله به وجود میاد. سوال من حالا از حضرت عالی، من اعتقاد دارم ما به یک هرم رهبری نیاز داریم که محوریت هرم شاهزاده رضا پهلوی باشه، و در این هرم
علاوه بر افرادی که موسومن به سلبریتی، که محترم هم هستن، افرادی که اینفلوئنسر هم و مخاطبین بالایی دارن که میتونن نفس جامعه رو در جهان امروز کنترل کنن، علاوه بر اینها ما احتیاج داریم به افراد متخصص در امور سیاسی. جامعه نمیشه فقط با هنرمند و بازیگر و اینا که تجربه، یا ورزشکاری که تجربه سیاسی ندارن در انقلاب به پیروزی رسون. اینها، این شخصیت ها، این افراد برجسته، این افراد سیاست مدار، کسانی که عمرشون رو در راست تاریخ و سیاست اینا گذاشتن، بیان بپیوندن این هرمه شکل بگیره. نظر شما در این مورد میخواستم. دقیقا در مورد صحبت ها اگر مسئله آره نه، به نکته های خیلی خوبی اشاره کردی. این بحث هرم رهبریت هم دقیقا همین چیزیه که ما میخواییم، یعنی ما اعلام نکردیم. فقط یه نکته من قبلش بگم، این که درباره فراخوان گفتی، شاهزاده رهبر انقلابی نیست که بخواد فراخوان بده، من به این معتقدم، حالا حداقل در این بازه زمانی. اینو فقط هم تو پرانتز بگم، یعنی من به شخصه اگه قرار باشه فراخوانی از سمت شاهزاده بخواد بیاد بیرون، ترجیح میدم تو همین هرم رهبریت باشه که به محوریت شاهزاده است بیاد بیرون. این هرم رهبری هم که میگی بس ما دقیقا همینه. چرا میگیم به محوریت شاهزاده شه؟ من عقیدم اینه که وقتی یه همچین باند جمهوری اسلامی وجود داره، یه همچین افرادی وجود داره که رزومه سیاسی قوی ندارن، ما چطور میتونیم به اینا اعتماد کنیم؟ مردم دچار سردرگمی و سرگیجه میشن. چرا باید به محوریت آقای پهلوی و شاهزاده باشه؟ به خاطر اینکه آقای پهلوی 44 ساله و بیشتر رزومه سیاسیشون مشخصه. یعنی هر کسی توی این هرم بخواد یه خورده پاشو کج بذاره، شفاف سازی میشه. تمام اون اعضای اون هرم میتونن شفاف سازی کنن. ولی در صورتی که اگه دهنشون بسته باشه، پولشون از جای دیگه تغذیه بشه، کسی بخواد مقابل اینا وایسه، اون اشخاص پر مخاطب، اینفلوئنسرها، سلبریتی‌ها ازش حمایت میکنه، که چه بسا داریم دیگه الان، خیلی ها رزومه سیاسیشون گندش در اومده ولی کسی حتی حاضر نشده بیا تو پلتفرم خودش بگه آقا این اتفاق افتاده به خاطر منافع شخصی خودش. اگه واقعا جون مردم واسط مهمه، مردمی همه دارن اعدام میشن. با من امروز صبح از خواب بلند شدم یه بغضی تو گلوم بود، اصلا انگار یکی داشت خفم میکرد. اگه واقعا جون همچین اشخاصی واسط مهمه، بیا تو پلتفرمت بگو چی ازت کم میشه. یعنی به خاطر اینکه یه بودجه‌هایی داره بهت میرسه، یا به خاطر معروفیتت، یا به خاطر نمیدونم حفظ کلاس و حفظ دیسیپلین که شخصیت سیاسی، نمیخوای سری افشاگری کنی، آقا بیا بگو جون مردم در خطره، یا بگو این خاطر ترس از کامنت های منفی و جذب این مسائل. اینم میتونه باشه، ولی آخه اینا دلیلی نیست که بخوای با جون مردم ایران به نظر من بازی کنی. شرافت چیزیه که باید توی مسیر زندگیمون هم اصولا رعایتش کنه. حالا یه عده خب ماشاءالله آداب و رسوب سلام کردن هم بلد هستن دیگه، شرافت بماند. ولی خب امیدوارم این مسئله، این مسئله شفاف سازی طوری فرهنگ سازی بشه توی جامعه ما، که هر کسی بخواد اسلام به خاطر هموطنش، به خاطر جون هم نوعش، یه سری مسائل شخصی رو بذاره کنار، شرافتش نبره زیر سوال. آریو جان، یه نکته که من می‌خواستم بهش اشاره کنم، چون وقت برنامه هم کم هست، من می‌خواستم این موضوعی رو درباره این چهار اصلی که شاهزاده گذاشته بود واسه این اعضا، که هر کس حالا برای این اعضا نذاشته بود، کلا واسه احزاب سیاسی هم اینو گذاشته مسلما، برای کل فضا سیاسی، دقیقاً برای کل فضا سیاسی. به نظر من یعنی چهار تا شرطیه که واقعا هر میهن پرستی، هر کسی که وطنش رو دوست داره بعدش احترام بذاره. تو دوست داری توی حکومتی زندگی کنی که دین توش باشه؟ نه. تو دوست داری توی حکومتی زندگی کنی که دموکراسی نباشه؟ نه مسلما. تو دوست داری توی کشوری زندگی کنی که تک تک شده باشه؟ نه. تو دوست داری توی کشوری رفراندوم، بدون رفراندوم یا بدون، آقا تو باید توی این جامعه با این حکومت زندگی کنی؟ مسلما نه. حالا من از طرف تو میگم نه، چون میشناسم شخصیت تو. ولی این تمامیت ارضی و من چرا بهش تاکید میکنم خیلی مهمه، تمامیت ارضی ما میتونیم اینطور بررسی کنیم. ملیت یه هویت سیاسیه، ما نمیتونیم اینو با مذهب یا با قومیت ترکیبش کنیم، چون اگه ما میخوایم این ملیت که یه هویت سیاسی با مذهب قاطیش کنیم، میشه جمهوری اسلامی، که کسی که
به وجود باعث میشه یک شهروند درجه یک و درجه دو و درجه سه به وجود بیاد اگه ما این دوتا رو با هم ترکیب کنیم. نمونه شو داریم تو جمهوری اسلامی میبینیم دیگه، اونی که مسلمونه شهروند درجه یک حساب میشه، اونی که بهایی شهروند درجه دو، نمیتونه کنکور بده، یه سری امکانات و رفاهیات نیست. حالا ما اگه بیان این ملیت که هویت سیاسی رو با قومیت ترکیب کنیم، باعث به وجود اومده تکه تکه شده و برباد رفتن ایران رو ما داریم. نمونهش هم اگه بخوایم مثال بزنیم، میتونیم به حکومت طایفه بارزانی توی اقلیم اشاره کنیم که داره یه سری کردها رو سرکوب میکنن، دارن اینا رو سرکوب میکنن به خاطر که فقط طایفه بارزانی بعد اونجا باشه. این میشه ترکیب کرده ملیت با قومیت. حالا ما حساب کن اینو بیایم توی ایران انجام بدیم. من اگه بخوام مثال قومیت ایرانی رو بزنم، مثال خودم بزنم چون من خودم لور بختیاریم، ملیت رو بیایم با قومیت لور ترکیبش کنیم، مسلما اون جامعه که به وجود میاد، اشخاصی که قرار توی مسائل مهم اون جامعه نظر بدن از طایفه خودم میذارم، اونایی که لورن. این خور اگه دایره هم کوچیکترش کنیم، بیایم کمترش کنیم، مثلا میگیم آقا من لورم از ایل هفلنگ هستم، از ایل هفلنگ بختیاری هستم، اونایی که ایل هفلنگ بختیاری هستم به من هم راستاترن و طایفه منن، نژاد منن، خون منن، اینا باید مسائل مهم سیاسی بیفته دست اینا، اینا میشن شهروند درجه. تمام اقوام دیگه و حتی اون لورهایی که جزء ایل من و طایفه من نیستن میشن شهروند درجه دو و اونا رو من میتونم سرکوب کنم که ناخواسته. حالا حساب کن اینا با هم ترکیب بشن، تبدیل میشه به حکومت فاشیستی، تبدیل میشه به تولید شهروند درجه یک درجه دو. پس این تمامیت ارضی که بهش ما باید پایبند باشیم به خاطر اینه که ایران ما تکه تکه نکنیم. ایران رو باید تمام، یعنی یه وجبش هم نباید کم کنیم از ایران، چون ایران اگه یه وجبش کم بشه من شخصا واسهش جون میدم تا آخرین قطره خونم وای میسم که یه وجب از خاک ایران کم نشه. عزیز منی ببین، من مسئله بهت بگم، یکی این که ماجرا از اینجا آب میخوره که برخی از افراد یه اهدافی دارند ولی الان مخفی میکنند که بتونند مسائل سیاسی رو پیش ببرند، بتونند به اون هدف نزدیک شن، به وقتشون کار رو انجام بدن. آقای علی جوانمردی که بالا پایین میپره جلو دوربین و هر کاری میکنه، هر اتفاقی که شاهزاده انجام میده مدام حمله میکنه، اصلا یه حرفایی میزنه که دیگه اگه امروز کسی نفهمیده که منطقی پشت این مخالفتش با شاهزاده رضا پهلوی نیست، مهم نیست دیگه نفهمه. من در این مقطع در انقلاب دیگه از این ماجراها گذشتم که خوشش میاد یه رو بشنوه، کی دیر میفهمه کی زود میفهمه. ببین از من ایشون نظرسنجی یه بار کرده بود تو گزینه‌هاش، ایالات فدرال ایران رو گزینه اول گذاشته، ذهنیت خودش هم اینه. آقای عبدالله مهتدی کمونیست حزب کومله که با سازمان مجاهدین خلق هم اخیراً برادر شدن، در سایت رسمیشون هم اینو گذاشتن، این هم همین فکر رو داره. فدرالیسم از نظر اینها میدونی یعنی چی از من؟ فدرالیسم از نظر اینها یعنی ما اول در این شرایط کشور رو به یه جمهوری فدرال، ایالات فدرال ایران برسونیم. این فایل کردیش رو بنده در یک برنامه پخش کردم در کانال یوتیوب من، سرچ کنید جوانمردی میاد. در همون فایل کردی داره میگه ما باید یک جاهایی با فرید، یک جای با نیرنگ، یک جای با یکی خودمون رو دوست نشون بدیم، وقتی هواپیما به دست آوردیم، وقتی نیروهای مسلح به دست آوردیم، وقتی ارتش میلیونی به دست آوردیم، اهداف خودمون رو پیاده کنیم. در جمهوری فدرالی که اینها مد نظرشونه، در نهایت میخوان اول این جمهوری فدرال رو تشکیل بدن، بعدش هم در موقعیت مناسب اون هدف نهاییش رو بهش برسن. متاسفانه نه چپهای ما مثل چپهای جهانن و در انگلستان ما داریم احزاب کارگر رو اینا رو میبینیم. شما جرأت داریم یک نفر در حزب کارگر انگلستان یک کلمه به پرچم کشور توهین کن یا حتی به ملکه و پادشاه کشور توهین کن؟ متاسفانه چپ‌های ما اصلا حتی مثل چپ‌های دنیا نیستن و فدرالیست‌های ما هم اسم حرفشون فدرالیسمه، مثل بقیه فدرالیست‌های دنیا نگاه نمی‌کنن. عبدالله مهتدی پشت سرش دو تا پرچم گذاشته، پرچم اقلیم و پرچم ستاره سرخ کمونیسم که آرم حزبشونه. شما از وقتی پرسیدم فدرالیست‌های دنیا
در مثلا آمریکا شما می‌بینید ایالتی مثلا فدراله، هم پرچم کالیفرنیا هست هم پرچم آمریکا. ایشون هم حتی حاضر نیست پرچم ملی ایران، پرچم شیر خورشید رو بذاره کنار اون پرچم، اصلا براشون مهم نیست اینا. یه واقعیتای ما داریم دیگه، روک صحبت می‌کنیم، مهم نیست کسی میخواد ناراحت بشه. من حداقل دیگه از این مرفا گذشتم تو این اندلا. بله قبول دارم حرفاتو. ببین یه سوالی که فکر کنم بحث آخر برنامه من باشه. ببین من یک کلامی ازت شنیدم، من میدونم تو چقدر انسان واقعا بین جوانها بهت خیلی احترام میذارم چون انسان خوری هست. میدونم هم چقدر آگاهی سیاسی و آگاهی تاریخی و آگاهی اجتماعی داری. یه مسئله بهت بگم و اتفاقا اینو میخوام ادامهش بدم که به یه سوالی ازت برسم. از لفظ آقای پهلوی استفاده کردی، دلیلش هم میدونم چرا این کارو میکنی. تو میخوای بگی که الان اگر کسی هم جمهوری خواهه نگران نباشه بیاد و فعلا بذارید این رهبری شاهزاده به وجود بیاد، بعد رفراندوم در راه. من فقط یه مسئله در این مورد بگم که به نظر من در این مورد خاص از این لفظ نباید استفاده کرد، چون اصلا فردا جمهوری هم در ایران بیاد ایشون شاهزاده است، اصلا هم ربط نداره خوبی آورد. همینطور جالبه مثلا بی بی سی فارسی که مثلا نمیخواد این لفظ شاهزاده رو کاوریا فلان کرد، بعد در مورد مثلا چارلز وقتی ولیعهد بود می‌نوشتن پرنس چارلز، ایشون شاهزاده است، اصلا در ایران جمهوری دموکراتیک هم چون پدرشون شاه بود. اما این حرفو که میزنی من میدونم چرا این حرفو میزنی و میخوام یه سوالی ازت بپرسم. ببین ما دیدیم که توی جامعه امروز یه بخشی از جوانهای هم نسل تو برخلاف تو متاسفانه آگاهی سیاسی اولیه و ابتدایی رو هم ندارن، یه لفظایی به کار میبرن. من مثلا میشنوم طرف میگه ما دموکراسی میخوایم پادشاهی نمیخوایم، یا یه آقای اسم نمیارم اینجا، یه آقای اینفلوئنسری با 70,000 فالوور در اینستاگرام یک جمله گفت، این جملهش رو میگم دوستان، پستش در اینستاگرام هم هست میدونید کی رو میگم. اومد گفتش که کی گفته در اسکاندیناوی در اروپا پادشاهیه، پادشاهی رو گذاشتن کنار، پارلمان داره کشور رو اداره میکنه. یعنی ببین اولیه مفهوم نظام پادشاهی مشروطه پارلمانی رو اصلا نمیشناسن، یا فکر میکنن جمهوری الزاماً یعنی دموکراسی، انگار نه انگار که ما در بهترین حالتهاش مثلا داریم روسیه رو میبینیم، ترکیه رو میبینیم که 20 سال پوتین و اردوغان رو کارن، حالا نمیگم بشار اسد و نمیگم مادورو در ونزوئلا رو، نمیگم علیوف در جمهوری باکو رو، اینا رو نمیگم، و 99% دیکتاتوری های جهان. ببین ما باید با این قضیه چه کنیم؟ اومد جان من میخوام اینو بگم، اگر کسی انتخابش قرار جمهوری باشه بدون اول ماجراها چیست، معایب و خطرات جمهوری چیست، محاسن پادشاهی چیست، اصلا چیه مشروطه پادشاهی پارلمانی. خب این من نمیدونم شما با من جوونی که میدونم آگاهی میدونم در این زمینه ها اطلاعات خوبی داری، میخوام نظرت رو بدم ما با این موزل چه کنیم وقتی اینها نمیخوان بشنون، نمیرن تحقیق میکنن و یه شعارهای رو میشنون متاسفانه و خیلی خطرناکه اگه بخوام بر اساس این شعارها بدون آگاهی از الفبای علوم سیاسی انتخابی داشته باشن. این خیلی خطرناکه. یه چیز طبیعیه به خاطری که ما 44 سال توی ایران فضای بسته سیاسی داشتیم و به علاوه این پهلوی ستیزی داشتیم توی ایران. بعد این اشخاص دسترسی آزادی نداشتن فضای بسته سیاسی، چون ما یه سری احترام زیادی واسه تمام تحلیلگرهای سیاسی قائلن و من کوچیک همشون هستم، ولی یه موضوعی که داریم قسمتی که تحلیلگرهای سیاسی دارن ورود کردن بهش مسلما یه قشر نسل زد نمیپذیره اینو، مسلما یه قشری مثلا توی 30 سال 40 سال 50 سال اینا رو میپذیره. ولی خب به هر حال هر کسی داره یه خود اینو با توضیح بده منظور مثلا الان اون نسل زدی که توی خیابون داره
انقلاب میکنه. من ببینم از نگاه مثلا نسل دهه 70 و 80، آره اونی که مثلا 25 سالشه، 26 سالشه، 14 سالشه، 15 سالشه، اونا دارن کف خیابون انقلاب میکنن. حالا همشون البته اینطور نیستم، من دوستایی دارم در کنارم که بسیار از این تحلیلگران بزرگ سیاسی مسلمن پرترم، ولی شاید تجربه سیاسی نداشته باشم. اینا کف خیابون دارن مبارزه میکنن، اصطلاحات سیاسی هم شاید خیلی هاشون ندونن. این شخص اگه بره دنبال بفهم معنی گلوبالیست چیه، مسلما میفهمه چرا الان چپولا و جمهوری خواه دارن بولد گلوبالیست رو دارن، معنی گلوبالیست رو دارن، و پهلوی و اینا دقیقا دارن کمرنگ میشن. اگه بفهم معنی گلوبالیست، اگه بفهم معنی گلوبالیست در رسانان، آره. بعد حالا حساب کن این شخصی که کف خیابونه همچین اطلاعاتی رو نداره، ولی داره یه سری اخبار از همین رسانه ها به گوشش میرسه، اخبارهای خیلی شیک، ویدیوهای خیلی شیک با کلاس، اینا روش تاثیر میذاره. چرا اینا روش تاثیر میذاره؟ چون اون شخص وقتی شب میره خونه کامپیوتر رو باز میکنه، یوتیوبش رو باز میکنه، نمیاد بشینه مثلا دو ساعت تحلیل تفسیر قانون مشروعیت، تداوم مشروعیت که از مثلا 1285 رخ داده بیاد به این ور رو بخونه. اون یوتیوبش رو باز میکنه، میره آندره تیت میبینه، میره مستر بیتس میبینه، نمیدونم میره میشینه میاپلایز میبینه، به قول تو میشینه نمیدونم گیمای فوتبال رو نگاه میکنه، این چیزا رو میبینه. از یه طرف هم گلوبالیستا نمیذارن افرادی مثل مشروط خواه بیان بالا. به نظر من راهکاری که من میتونم به عنوان راهکار میتونم انجام بدم، من هدفم این بود، یعنی زمانی که پلتفرم خودم رو انداختم وارد این قدم شدم، با این هدف شروع کردم. این ما اگه این نمودار در نظر بگیریم، این خط، بالای این خط افرادی هستن که مسائل سیاسی میفهمن و زیر این خط افرادی هستن که قشر عادی جامعه هستن، حالا هم نسل من هستن. من هدفم این بود با این پلتفرم اینا رو جذب کنم که بفهمن آقا معنی گلوبالیست چیه، بفهمن مشروطه‌خواه چی هستن. طرف معنی دموکراسی رو به قول تو نمیدونه، شروع کرده تز سیاسی دادن، شروع کرده مسیر انقلاب دادن که آقا شما از این ور بری به انقلاب میرسی، از این ور بیای اینطوری بری به اونجا میرسی. مثلا رهبر انقلاب جوانان کف خیابان اصلا این صحبت ها رو برش میکنن. آخه جالبه رهبر جوان کف خیابون قراره بره مثلا با رئیس جمهور آمریکا و فرانسه و ایتالیا و اینا مذاکره کنه، یا آرتش و نیروهای مسلح قراره با اون مذاکره کنن. اینا شعاره دیگه. دقیقا همین. شما حساب کنید وقتی ما یک نفر رو داریم که 40 سال 30 سال موزیسینه، داره تار میزنه، دیده نشده، حالا تو این 3 ماه 4 ماه یه انقلابی رخ داده، اومده دو تا ویدیو داده بالا، ویو خورده، همه رفتن جذب فکر میکنه دیگه دانای سیاسته، شروع میکنه تحلیل، کارگروه واسه ما تشکیل داد، این کارو کنه. به نظر من اینا کمکی نمیکنه برای بعد انقلاب. من با این حرفم شاید خیلی مورد نقد قرار بگیرم که داری اتحاد از بین میبری، ولی اشکال نداره، بذار من حرفمو بزنم، چون رسانه‌ای که شما داری الان گلوبالیست همین دیگه. این به نظر من این کارگروهایی که از یه بارتندر توشه، یه موزیسین توشه، یه کاریکاتوریست توشه، اومدن یه کارگروه تشکیل دادن، کار این کارگروه اینه که انقلاب کف خیابون و خیزش کف خیابون رو سازماندهی کنه. کدوم از یکی از اینا تئوریسین خیزش های انقلابی هست؟ مگه ما یه کلیپی نداشتیم، یه تئوریسین داشتیم به اسم گیرین، کلیپش وایرال شد توی فضای مجازی، برگشت دارم من گفت بزرگترین ایراد انقلاب مردم ایران نبود یک لیدره. الان این گفت اون طرف هم اومده خودش این کلیپ رو گذاشته توی پیجش شیر کرده، بعد از طرفی میاد توی آنالیزای انقلابیش میگه مردم ایران ما رهبر نمیدیم، مردم ایران کف خیابون رهبر. بله آقای بارتنده. خب بعد تازه میاد مشخص هم میکنه، شمایی که کارگرون کار دموکراسی هستی واسه ما مشخص کن شعار اینو بدین کف خیابون. اگه قرار باشه مردم از ایدئولوژی تو شعار بگیرن چی بدن کف خیابون، که میشه همون دیکتاتوری. میگم اینا معنای لغوی یه سری کلمات رو نمیدونن، معنای دموکراسی، دیکتاتوری، اینا رو خوب متوجه نشدن، نشستن چهار تا الان کاره یک بر ببین یه مسئله رو بگم. اولا اینکه یه چیز به بینندگان عزیز بگم، با دکتر سمری، دکتر علیرضا سمری
من در برنامه در کانال یوتیوب به زودی یا برنامه بعدی یا دو تا برنامه بعدی دوستان خوب اینا دقت کنید، من با دکتر علیرضا ثمری میخوایم بیایم یک بار دقیقاً مشروطه پادشاهی پارلمانی چیست رو با جزئیات، با اینکه هر کدوم از این قوای اداره کشور چجوریه، اینا رو من در برنامه بعدی میخوام ضبط کنم و اینو خدمت رو ارائه بدم، حتما ببینید. اما اومن جان شما یه وظیفه بر دوشه، ماها داریم کارمون رو سعی میکنیم انجام بدیم با کسانی که علومش رو میدونن، آگاهیش رو دارن، مسائل سیاسی. شما در کلیپ های کوتاهی که میتونی بسازی، در گفتمان های اون سبکی که خودت صلاح میدونی، خب که بیشتر بتونه برای به قول خود نسل Z جذاب باشه، حتما سعی کن که این مسائل رو انتقال بده. من از همه هموطنانم میخوام که اینستاگرام شما رو فالو داشته باشن. ببینید دوستان یه چیزی هم بگم، من هر موقع از یک عزیزی یه مسئله رو گفتم، ببینید هیچ دوتا انسان عین هم فکر نمی‌کنن، هیچ دو انسان. یک نکته ممکنه آقای مثلا خلیلی در ذهنش باشه که شما باش موافق نباشید، من باش موافق نباشم، یه نکته من میگم که آقای خلیلی موافق نیست باش. اگر یه جایی یه چیزی از یک کسی، من شده افراد رو معرفی کردم یه جایی یه جمله رو یکی خوشش نیومده بعدم رای ببینه، هومن خلیلی از ما مشروطه خواهه، طرفدار شاهزاده رضا پهلوی و طرفدار نظام پادشاهی، حالا ممکنه در یک جایی نظری بده در مورد یک فرد یک کسی چیزی، خیلی ها قبول داشته باشن، بعضی ها قبول نداشته. من اینا رو کار ندارم. من از دوستان تقاضا دارم که پیج مومن رو در اینستاگرام فالو کنن. از شما هم تقاضا دارم برای این نسل زد، با توجه به این که خودت اون آگاهی رو که داری، سعی کنی کلیپ هایی که خیلی سریع و خیلی با اون حالت که لازمه اولیه ها رو بهشون برسونی. یعنی یه چی ببین، این بیسوادی سیاسی باید از بین بره، جامعه با آگاهی انتخاب کنه جمهوری ها پادشه. مرسی آریا جان که به من وقت داری اومدم تو برنامت، عالی بود. یعنی واقعا به آدمایی مثل شما ایران باید افتخار کنه. ازت تشکر میکنم، تمام برنامهات هم من دنبال میکنم و واقعا لذت میبرم. مرسی که این وقت رو به من دادیم. این نهایت سپاسگزارم هومن عزیزم. من خیلی خوشحال شدم که با یکی از جوانان نسل زد به قول خودت این برنامه رو ساختم. و یه چیزی بهت بگم هومن جان آخر صحبت ها، جاویدان دکتر فریدون فرخزاد یک ترانه ای داشت به نام همرزمانم. تو این ترانه میخوند کودکانی که فردا دنیا میآیند، داستان همرزمانم رو میدانند، روی خورشید نامشان را میخوانند. بعد من راهنمایی بودم، در سنین راهنمایی بودم تو ایران، این ترانه رو شنیدم. من خب کودکی بودم که بعدها به دنیا آمد بعد از قتل جاویدان دکتر فریدون فرخزاد. شخصا برای خودم این عنوان آدم فعال سیاسی، نه که چیزی کم دارم، بیشتر تلاش کردم این صدای همرزمان جاویدان فریدون فرخزاد رو به نسلهای بعدی برسونم. به اندازه خودم، در حد خودم تلاش کردم که این پرچمی رو که این عزیزان، این بزرگان از جاویدان، مهدی رحیمی، خسروداد، اصلا تا خود فریدون فرخزاد، اینها این پرچم رو با خون خودشون برای ما زنده نگه داشتن، ما هم اینو حفظ کنیم. و وجود کسانی مثل شما و خیلی از هموطنان ما در نسل جدید که من باهاشون در ارتباطم در دایرکت جای مختلف، اینا وجود شما این نوید رو میده به ایران فردا که راه بزرگان چون جاویدان دکتر فریدون فرخزاد بعد از ما هم ادامه داره. و این خیلی منو خوشحال میکنه. خیلی خوشحال شدم از این برنامه، خیلی ممنونم. پاینده و پیروز باشی، برقرار با درفش سرنگشی و خوشی بشان. جاوید شاه، بدرود تا بعد.